سلام دوستان، امروز با یه ویدیو پر از حواشی و جنجال‌های داغ درباره علیرضا دبیر همراه شما هستیم. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی اخیراً با صحبت‌های جنجالیش در برنامه دایره طلایی کلی بحث و گفتگو را انداخته. این صحبت‌ها نه تنها وضعیت فعلی کشتی ایران رو زیر ذره‌بین قرار داده، بلکه حواشی زیادی هم پیرامون انتخاب‌ها، برنامه‌ها و حتی نقدهای او به کشتیگیرها و مربیان به وجود آورده. پس اگر میخواهید پشت پرده ها و رازهای این مصاحبه جنجالی رو بدونید، تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. قول میدم چیزهایی بشنوید که هیچ جا نشنیدید. ولی شنیدم مثلا بعضیا میگن آی حق کامران رو خوردن، حق کامران حسن اینجوری بود، حسن اونجوری بود. من راست حسینیشو به شما بگم بدونید، ما به کامران قاسم بود دوبار گفتیم 86 کشتیم. به نظر شما علیرضا دبیر واقعا نمیخواست حسن یزدانی مدال بگیره یا این فقط یه شایعه است؟ همین الان تو کامنت ها نظرتون رو برام بنویسید، چون تا چند دقیقه دیگه جواب این سوال رو بهتون میگم. از دستش ندید، چون قراره حقایق خیلی جالبی رو با هم بررسی کنیم. خب رفقا بریم سر اصل ماجرا. علیرضا دبیر وقتی اولین بار وارد فدراسیون کشتی شد با یه وضعیت خیلی عجیب مواجه شد. تصور کنید فدراسیون کشتی یکی از مهمترین فدراسیون ورزشی ایران اصلا برنامه مشخصی نداشت. دبیر توی این مصاحبه گفت که همون روز اول از مسئولین فدراسیون خواست برنامه ها رو بیارن تا ببینه، اما تنها چیزی که بهش دادن یه برگه یه ساده بود که فقط تاریخ مسابقات رو روی اون نوشته شده بود. دبیر از این وضعیت خیلی ناراحت بود و بلافاصله شروع به تدوین برنامه‌های بلند مدت کرد. دبیر که تجربه نوشتن دو برنامه 5 ساله برای تهران رو توی کارنامه‌اش داشت، خیلی سریع دست به کار شد و یه طرح جامعه توسعه کشتی ایران رو نوشت. اون معتقده که فدراسیون نباید فقط به مسائل فنی توجه کنه، بلکه باید به موضوعات عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و داوری هم رسیدگی کنه. طبق صحبت‌های دبیر، فدراسیون کشتی الان یه طرح توسعه جامع و کامل داره که به طور مکتوب ثبت شده و به اجرا گذاشته شده. اما نکته جالب اینه که دبیر میگه گاهی طبق برنامه جلو هستیم و گاهی هم عقب میافتیم. این نشون میده که کار توی کشتی ایران یه چالش بزرگه و برنامه ریزی تنها بخشی از این چالش بزرگه. بریم سر یکی از جنجالی ترین بخشای صحبت‌های دبیر، انتخاب حسن یزدانی به عنوان نماینده ایران توی وزن 86 کیلوگرم و حواشی مربوط به کامران قاسم‌پور. دبیر میگه من بعضی وقتا دیدم که برخی دوستان میگوین حق کامران قاسم‌پور خورده شده. ما دوبار به او گفتیم در وزن 86 کیلوگرم کشتی بگیرد، یک بار در زمان درستکار و دیگر در زمان کاوه. من با هیچ کشتیگیری عقد اخوت نبستم و اعتقاد دارم هر کسی که لیاقت دارد باید کشتی بگیرد. زمانی که حسن یزدانی قصد داشت تحت عمل جراحی قرار بگیرد با او صحبت کردم و دلایل زیادی بر او آوردم که عمل نکند، اما خودش اصرار داشت که عمل کند. با این حال او را رها نکردیم و پیگیر تمام کارهای درمانیش بودیم. دبیر گفت از اون طرف نمیتونستم روی او حساب کنم و به پژمان گفتم با کامران صحبت کند که به وزن 86 کیلوگرم بیاید. از او پرسیدم چند کیلوست که گفت 94 کیلوگرم، که من گفتم کامران رو از ذهنتون بیرون کنید. قرار بود 10 روز پود نخورد تا وزنش کاهش پیدا کند، اما وزنش پایین نیامد و گفت دیگر به وزن 86 کیلوگرم فکر نمی کنم. حسن کاپیتان ما بود اما نمی توانستیم ریسک کنیم. طبق چرخه قرار بود هر کشتیگیری که در وزن 86 کیلوگرم کشتی می گیرد همه را ببرد و در نهایت با حسن کشتی بگیرد. اگر نتواند خود به خود حسن انتخاب می شود. دوبار هم به کامران پیشنهاد دادی، اما کامران نمی رسید و به حسن گفتم تو انتخاب شدی ولی باید به مجارستان بروی. یک میدان به او تحمیل کردم تا از وضعیت دستش مطلع شوید. ما چندین برنامه داشتیم و طبق چرخه رفتیم و یک نفر نمیتواند بگوید حق من خورده شده است. کامران قاسم‌پور در وزن 86 کیلوگرم حقی نداشت. اصلا سه حریف خوبش را برد و اگر یک دقیقه کتفش یاری میکرد نتیجه طور دیگری میشد. دبیر تو این مسابقه در مورد جراحی دوباره حسن یزدانی گفت من از دکتر کیهانی خواهش کردم که ما سه گزینه برای حسن یزدانی در نظر بگیریم. من خندم میگیرد که چند سال پیش برخی افراد میگفتند علی دبیر دوست ندارد حسن یزدانی مدال بگیرد.
او الان 10 مدال دارد. از آن طرف برخی هم میگفتند چرا حسن یزدانی دوباره انتخاب شد؟ این موضوع مثل داستان ملا صدرا شده بود، در حالی که من به والله در این کار با هیچ کس و حتی پدر خودم تعارف ندارم. بعضی وقتا کشتیگیران اشتباه میکنن. من رفاقتم با آنها فقط تا تشک کشتیه. روی تشک باید خودشان حقشون رو بگیرن. هر کسی از آنها بهتر باشد به مسابقات اعزام میشوند. من کارم حریف ساختن است. یکی از وظایف من حریف ساختن است. چون اعتقاد دارم آن چیزی که یک کشتیگیر رو میسازه حریفه. با هیچ کس هم تعارف ندارم. برای عمل جراحی حسن یزدانی باید چند گزینه در نظر بگیریم. یکی داخل و دیگری خارج از کشور که البته در حال بررسی هستند که در کدام کشور جراحی کنند. من 7-8 ماه پیش صحبتی کردم که همه به من ناحق حمله کردند. من همون زمان گفتم دکتر کتف خوب در ایران نداره و به همه همین موضوع ثابت شد. تاها آکگور در کشور خودش عمل کتف انجام داد و در این پاریس هم حضور داشت. آنها عمل میکنند و یک سال و نیم بعد مدال میگیرند. ما آن وقت حسن را از دست میدهیم. من حتی با او مخالف بودم که در ایران عمل کند، اما اگر آن زمان مخالفت میکردم همه میگفتن علی دبیر مخالفت کرده، ضمن اینکه حسن تصمیم خودش را هم گرفته بود. یزدانی افتخار این مملکته و 10 مدال جهان المپیک مگه شوخیه؟ برای حسن همیشه دعا میکنم همیشه همینطور بماند. علیرضا دبیر گفت من استرس و فشارهای زیادی رو در این مسابقات تحمل کردم. یادم میاد سر کشتی سعید اسماعیلی وقتی ضربه شد یه گوشه نشستم و از خدا خواستم من رو با بچه‌های مردم امتحان نکند. من معجزه دیدم. زمانی که امیرعلی آذرپیرا باخت فقط یک جمله به او گفتم که یک سال از تلاش میکنم به او بفهمانم خوب کشتی میگیرد. او با باختش این را فهمید، در صورتی که میتوانست ببرد. من امیر حسین زاره رو دعوا نکردم. در این چند سالی که در کشتی هستم کشتیگیر با شخصیت و با ادب‌تر از امین میرزازاده ندیدم، ولی هنوز به او تبریک نگفتم. لوپز کی هست؟ کشتیگیر 42 ساله‌ای که کشتیگیر ما رو شکست میداد نشان میداد کشتیگیر ما بی‌عرضه است. امین هیچ تلاشی با لوپز نکرد، او کشتی نگرفت در حالی که او باید طلا می‌گرفت. امین کاویانی نژاد زورش به حریف ارمنستانی نرسید. مهدی محسن نژاد هم همینطور. من این موارد را قبول میکنم. یونس امامی نشان داد کشتیگیر درجه 2 است و نخواست درجه 1 باشد. باید از جوانان و نوجوانان به وزن 74 کیلوگرم بیاوریم یا خودش را بالا بکشد. من با هیچ کشتیگیری تعارف ندارم. رئیس فدراسیون کشتی در واکنش به این موضوع که در غیاب روزها این نتیجه گرفته شد گفت روز دو تا شانس مدال داشت، 97 و 74 که در این دو وزن طلا گرفتن. دیگه چه کار میتونستن انجام بدن؟ امیرعلی در هر حال برنز میگرفت. در 74 ما اوت شد. بعضیا میگن 65 روز حضور نداشت، در حالی که اگه 10 بار دیگه عموزاده با 65 روز کشتی بگیرد خواهد بود. از قدیم میگن نبینید چه کسی میگوید، ببینید چه میگوید. اینجا واقعا جای بحث داره که آیا این انتقادها درست هست یا نه. آیا دبیر حق داره اینطور به کشتیگیرها و مربیان اعتراض کنه؟ شما چی فکر میکنید؟ توی کامنت ها به ما بگید. رفقا، این بود صحبت های داغ و جنجالی علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران. نظرتون درباره این صحبت ها چی؟ آیا با دبیر موافقید یا فکر میکنید باید یه جور دیگه به این مسائل نگاه کرد؟ حتما توی کامنت ها نظرتون رو بنویسید. خیلی دوست داریم نظراتتون رو بخونیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک رو بزنید و برای اینکه از ویدیوهای جدید و جذاب ما با خبر بشید کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید. یادتون نره که حمایت شما باعث میشه ما با انرژی بیشتری ادامه بدیم و ویدیوهای بهتری براتون بسازیم. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیوی بعدی مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.